بنیاد جهانی آیت الله شیرازی نامه‌ای خطاب به سران شرکت کننده در اجلاس گروه 20 ارسال کرد. بنیاد جهانی آیت الله شیرازی ضمن ارسال نامه‌ای به کشورهای شرکت کننده در اجلاس گروه 20 در آرژانتین مشکلات فراوان موجود در جهان را برای سران کشورها یادآوری کرد. بنیاد در این نامه با اشاره به اینکه سران این کشورها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم سیاست های کلی جامعه جهانی را رقم میزنند افزود این سیاست ها بحران های داری را به وجود آورده و می تواند به منبع تهدیدی همه جانبه برای جوامع بشری مبدل شود بنیاد آیت الله شیرازی در ادامه با خطاب قرار دادن سران کشورها افزود پیدایش و گسترش بسیاری از مشکلاتی که جامعه بشری با آن روبروست تابع برنامه ها، سیاست ها و ابزارهای دولت های پیشرفته در تکنولوژی و علم بوده و بر کسی پوشیده نیست که عقب گرده به وجود آمده در اوضاع جوامع بشری ناشی از روش است که شما بر پایه آن مسائل آنان را دنبال می کنید روش هایی که باید در موضوع پرونده های انسانی به طور مفصل در آن تجدید نظر کنید بنیاد ادامه داد حجم بحران های انسانی در کشورهای خاورمیانه جنوب شرق آسیا و پاره از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و های ناشی از آن به طور بیسابقه در میان کشورهای به اصطلاح شما توسعه یافته گسترش یافته و بازخوردهایی مانند مهاجرت رشد تروریسم و اخلال در تراز تجاری کشورهای این مناطق را به وجود آورده است این نامه ادامه داد از دیگر سو ملت هایی که از نظر اقتصادی و سیاسی سرکوب و دچار فروپاشی شده اند شما را مسئول مشکلات خود می دانند و انتظار دارند که اجلاس و گرد همایی شما به تصمیماتی مثبت و مفید منجر شود که به صورت شاملتر و کاملتر اوضاع وخیم انسانی آنان را لحاظ دارد این نامه افزود سیاست هایی را که شما در پیش گرفته اید آتش جنگ های را برافروخته و علاوه بر به وجود آمدن دیکتاتوری ها و فروپاشی اقتصادی بسیاری از کشورها باعث دگرگونی شرایط آب و هوای جهانی شده که به شکل سیل های ویرانگر و بیابانزایی ظهور کرده است. این حوادث نتیجه گازها و آلاینده های خطرناک صنایع و تأسیسات بزرگ شما است که فعال بودن آن در تصمیمات ظالمانه شما منظور شده و بر پایه منافع تنگ نظرانه بدان پایبند هستید. این نامه در ادامه به نقض حقوق بشر پرداخته و افزود برخی از حکومت های شما در زمینه نقض حقوق بشر به طور مستقیم یا به نیابت ایفای نقش می کنند مانند آنچه علیه مسلمانان ایغور چین اعمال می شود و یا ملت های بحرین و عربستان که گرفتار سرکوب و قلع و دولت های مورد حمایت برخی از کشورها هستند و یا جنگ هایی که بر ضد ملت های یمن و سوریه اعمال می شود که البته آخرین جنگ ها نخواهد بود این بنیاد در پایان نامه خود آورده است ما از سران کشورهای اجلاس بیست می خواهیم که با ورزی و اقلانیت مثبت حجم مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در برابر تمام نژادها و قومیتهای جامعه جهانی را در نظر بگیرند و به وظایف انسانی خود عمل کنند.